خانواده عبدالله الدرازی نوجوان شیعه عربستانی که به دلیل شرکت در تظاهرات در استان شیعه‌نشین نشین قطیف در شرق این کشور با مجازات اعدام روبرو است از ایالات متحده برای مداخله پیش از صدور حکم آینده کمک میخواهند. الدرازی در سال 2014 میلادی به دلیل شرکت در تظاهراتی که پس از اعدام روحانی شیعه شهید آیت الله نمر باقر النمر شرکت کرده بود بازداشت شد. شیعیان و معترضان در آن تظاهرات حکومت سعودی را به بدرفتاری با شیعیان در عربستان متهم کردند. این جوان شیعه محکوم به اعدام از سال 2018 با مجازات اعدام روبرو شده است. خانواده او, خانواده او همچنین در نامه خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط روزنامه گاردین منتشر شد از دولت آمریکا درخواست مداخله کردند. آنها در بخشی از نامه خود نوشتند حکومت سعودی درخواست و فریادهایمان را نمی شنبد. در همین حال بر اساس گزارش کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا الدرازی و یک جوان سعودی دیگر به نام یوسف المنصف در حال حاضر توسط مقام‌های سعودی به دلیل شرکت در تظاهرات بازداشت شدند گفته می‌شود که هر دو جوان گفته می‌شود که هر دو جوان شکنجه شده و در سلول انفرادی قرار گرفتند و از آنها اعترافات اجباری گرفته شده است.